سلام بر دوستان عزیز، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز. این هفته پرشا کتابو، هفته پیش کتیتسل ملخمه، الان کتابو. پرشا پاسوک فصل 26 از پاسوک اول تا 11 تا پاسوکیم بعد یک کلیت درسی رو تو را به ما میده که واقعا ما کلیت فهم و درک روش هاشانه و اثر دیامه تشوبا و یوم کیپور و بعد پنج روزی که دنبالش هفت روز سکوت هوشانا ربا و شمینی عصرت سمخت تورات، کلیت این چند روز رو، واقعا 21 روز طول میکشه این کلیت، که اجازه میده به ما یک بیت تیونه بیت خداش. بیت منظور از وجود خود یک انسان جدیدی رو بتوانیم بسازیم. این فرصت، این محبت الهی است که خداوند به ما میده که از زندگی خود رو تجدید و ترمیم و بهتر بکنیم. از سالهای قبل نگفته نماند که 6 ماه اول از نیسان تا برسیم به آخر ایلول، زمان نیل دودی و دودیلی، این 6 ماه، به خاطر اینکه این 6 ماه برای ساختمان زیرمپین، یعنی ساختمان آدمیت خود و وصل شدن و همشکل بودن به چلم الوکیم، اون چلمی که خداوند برای ما منظور داشته، این 6 ماه اول روش زحمت کشیدیم که به این وسیله به یک نقطه برسیم. انیل دودی و دودی لی، عشق الهیت اونقدر فراوان باشه که الان که به این تکامل آدمیت رسیدیم، بعد از این که از یتیاد مصرعیم آمدیم بیرون، یعنی از مصرعیم مظهر یتر هر دنیاییست که نفس اماره ما رو میذاره درونش، بهش میگیم میترایم. آخر رقابت گوش کردن به نفس اماره خود اینه که برسیم به یک دنیایی، وارد دنیایی بشیم، حبس بشیم در حقیقت در یک دنیایی به اسم میترایم. رئیس این میترایم فرعون نفس اماره است. موشه ربینو یتر هتوه، فرعون یتر هرائه. موقعی که میریم زیر سلطه فرعون، موقعی است که به نفس اماره خود گوش کردیم و دنبال نفس اماره خود رفتیم، که الان مستلزم اینی که زحمت بکشیم با تغییر کردن، با یاد گرفتن تورا، با انجام دادن میتسوات و غیره و غیره، زخوت اینو پیدا کردیم که موعد نیسان یتیاد مصرعیم، خداوند اون نشامایی که من مسبب شدم بیفته زیر سلطه نفس اماره، اجازه داده که من این نشاما رو بیارم. این نشاما رو بردم بیرون، تورا رو گرفتم در ماه سیوان، بعد رسیدیم به 17 تموز، بعد رسیدیم به 9 آب، و الان رسیدیم به ماه سلیخوت، نیل دودی و دودی، که این نشامایی که این نشاما از کجا میاد؟ نشامای ما از شخینا میاد، مادر ما شخیناست. این نشاما صحبت از اون میشکانی میکنه
کلی میکنه که نور الهیت درون ظاهر میشه. یعنی اینکه هر دفعه ما موفق میشیم یک نشانه‌ای رو به تعالی برسونیم، یعنی یک تغییر و تحولات مثبتی در وجود و زندگی خود به وجود بیاریم، مسبب میشیم که بیشتر از نشانه‌ای ما بیشتر در وجود ما مستقر بشه. موقعی که نشانه بیشتر در وجود آدم مستقر میشه، همینجور قدرت پیدا میکنه روح و نفسش، و موقعی که روح و نفس قدرت پیدا میکنن، مسبب میشه که بیشتر بتوانیم این نشانه رو در وجود خود مستقر کنیم، بیشتر از این نشانه، تا اینکه تیکون ما به تکامل برسه، تا این اون هدفی که خداوند برای ما منظور داشته که بیایم تو این خلقت، تو این دنیای پرو، دنیای بریا یا تیراسیا، الان بتوانیم به اون تعالی برسیم که کلیت اون شما، کلیت اون تکاملی که لازمه، اون تکامل موقعی به کاملیت میرسه که من بتوانم اون کلیت شمایی که در وجود من خوب مستقر بشه، ظاهر بشه و به تعالی برسه، به کدوشا برسه. این تیکون آدمه. به این میگیم تسولی میشکان و شخانتی به تو خم. هرچی بیشتر شخینای خداوند که نشمای آدم بیشتر در وجود آدم بتوانه مستقر بشه، آدم بیشتر به خدای خود نزدیکتر میشه، چون ادونای هو الهیم. همینجوری که 2 ساعت قبل صحبت کردیم راجبش. حالا پرشای کتابو داریم در چه موقعی میخونیم؟ نزدی معمولا موقعی میخونیم که تو میرسیم به نزدیک به روش هاشانه. چرا؟ چون 6 ماه اول گفتیم زخاره، یعنی زیرمپین به تکامل میرسه، تعالی پیدا میکنه. تا آدم کاملتر نشه، یعنی زیرمپین، اون زخاری که در وجود آدم هست، اون نیرویی که مسبب میشه ما تعالی پیدا کنیم، که اون نفس یترتوب ماست، اون خوی الهی ماست، اونی که باعث میشه که ما تعالی پیدا کنیم، ما داریم بیشتر و بیشتر این 6 ماه مستقر میکنیم این نفسی، خوی که بهش میگیم خوی الهی، که بهش میگیم یترتوب، یعنی خوی که قدرت داره دنیای تو برای ما بسازه، دنیایی که توه، کامله، خوبه. 6 ماه دوم تیشری، از تفشین رش، یعنی از پایین به بالا، دنیای ساختن ملخوته، کلیه. چون تا آدم کامل نشه، خودش رو عوض نکنه، نمیتوانه ظرف جدیدی بسازه، مشکان جدیدی درست کنه که به وسیله این مشکان بتوانه بیشتر از نشاما و شخینا رو در وجود خودش بیاره. پس اول باید آدم اخلاقیات خودش رو، صفتهای خودش رو نگاه کنه، تصحیح کنه، ترمیم کنه، تزکیه کنه، پاکی بیاره، که بتوانه ظرفی که درست میکنه، کلی که درست میکنه، مشکانی که درست میکنه، پاک و کامل باشه برای دریافت کردن نور نشما، نور شخینا. کلیت این درس موشه ربینو با عشق فراوانی که نسبت به فرزندان اسرائیل داره اینجور شروع میکند، با لغت وحیه. و هیه همون حروف یوت هی وف هی، منطقه وف هی رو جلوی یوت هی میذاره، یعنی عمل از پایین به بالا، نه از بالا به پایین. تا حالا همه چی از بالا به پایین بود، متسا لخمین شمایم از بالا اومد به پایین، تورا از بالا اومد به پایین، تمام دستورات آمد از بالا به پایین. از تیشری حرکت از پایین به بالاست. از پایین به بالا یعنی نور منعکس کننده، همینجوری که صحبت کردیم امروز صبح، اور خوزر.
ارخوزر واسه این تف شین رش حروف که کئیلیم هستن از پایین به بالا به ما نشون میدن که الان منظور از اینی که اون کلی درست بشه، چون ارخوزر گفتیم اون وسیله است که الان اجازه به ما خدا میده به وسیله ارخوزر بتوانیم کلی کبالا درست کنیم. این تناقضی است که تو این دنیا هست که باید ارخوزر درست کنی تا اینکه بتوانی کلی کبالا درست کنی. و شروع میکنه وحیا. خخامین به ما یاد دادن که لغت وحیا زمان سیمخاست. خیلی راجع به شادی صحبت شده. سیمخا صحبت میکنه از شادی. لغت سیمخا توش شم هست، حروف شین مم ببخشین که درست شده از شین دلت یود ان یود هی و هی. حروف مم هی هست و حروف خط که نمادار یک بینایی است، یک آگاهی است. سیمخا شادی. ولی یعنی چی شادی؟ به چی میگیم شادی؟ کی موقعیت شادی است؟ واقعا کبلا به ما یاد میده که شادی موقعی است که تشوبا میکنه. تشوبا دنیایی رو تعریف میکنه به اسم شادی. شادی کجاست؟ شادی یعنی چی؟ به چی میگیم شادی؟ موقعی میگیم شادی که در وجود آدم دو تا چیز به خصوص وجود داشته باشه، اگر نه شادی نیست. شادی موقعی است که آرامش خاطر، آرامش فکر در وجود آدم مستقر بشه. آرامش چگونه امکان داره که فکر آدم آرامش پیدا کنه؟ چگونه امکان داره که قلب من آرام بشه با تمام این گرفتاری ها و دردسرهایی که توی دنیا من میبینم و جنگ ها و گرفتاری ها و سیل ها و بارون ها و خشکی ها و آتش سوزی ها و مرض هایی که دور از همه باشه؟ چگونه آرامش امکان داره؟ ولی شادی واقعا موقعی است که اول آرامش باشه، دوم منوخا، استراحت، منوخا. اگر منوخا نباشه آرامش نیست، اگر آرامش نباشه شادی نیست. اون شادی و پایکوبی و رقص و آواز خوندن به چه درد میخوره موقعی که نه من آرامش دارم نه قدرت اینو دارم که استراحت کنم؟ پس شادی موقعی میاد که من اقنا باشم، واسه اینه بهش میگی منوخا. منوخا موقعی است که من اقنا، راضیم، کاملا راضیم، هیچ دلیلی نداره که راضی نباشم و بعد هم آرامش خاطر دارم که این رضایت بقا داره. اون موقع شادی هست. و خاخامین میگویند به این نقطه که رسیدی این فقط تو عالم هبا است، هیچ جایی دیگه پیدا نمیشه. تو این دنیا تو آرامش پیدا نخواهی کرد. این دنیای چه دنیاییه؟ این دنیای مادیات، دنیای ماندین. این دنیای ماندینه. هر لذتی که تو این دنیا میبری لذت فیزیکی است. هیچی نیست تو این دنیایی که لذت ماندین نباشه. غذا خوردن مال دنیای ماندینه، مال دنیای مادیاته. نفس کشیدن مال دنیای مادیاته. خوابیدن مال این دنیا، استراحت، آرامش مال این دنیاست. ولی چگونه من میتوانم آرامش تو این دنیا پیدا کنم و شادی رو ببینم؟ چون خاخامین میگن که آرامش، منوخا و شلوه ببری استراحت رو میگیم منوخا، ترانکوالیتی آرامش رو میگیم شلوه. چگونه من میتوانم شلوه داشته باشم منوخا داشته باشم تو این دنیا؟ نمیبینم. خاخامی میگن این تو علم بحث. یه خیلی خوب،
یعنی من باید 120 سال زحمت بکشم تا لذت استراحت آرامش رو حس کنم؟ چون یک جا هست تو وجود ما که تمام زحماتی که میکشیم اینی که به این نقطه شادی برسم، که آرامش خاطر، آرامش فکر، آرامش قلبی و شادی داشته باشم توی زندگی، بتوانم اقلن یک روز زندگیم رو به استراحت کنم. موشه ربینو میگوید نگاه کنید دنیای سیمخا، دنیای این شادی رو چگونه میتونیم بهش برسیم. و یکی تبوه لعرز اشر ادونای الوهی خنوتن لخ نخله و یرشنه و یشفته با. در یک جمله میگه این سیمخایی که تو میخوای این موقعی است که کی تبوه که میای میرسی به یک دنیایی، به یه آرتسی. آرتس صحبت میکنه از یک آگاهی. آرتس یعنی اراده. توی کبلا، توی تورا میگه ارتس یا آرتس صحبت میکنه از اراده. موقعی که میگه آرتس صحبت میکنه از اراده آدم، آگاهی آدم، کانشسنس آدم. میگه موقعی که رسیدی به این کانشسنه، اشر ادونای الویخا، الویخا کیه؟ چه فرق بین الویخا، الویخم، الوهینو و الوهیم؟ همه اینه یکیه، منطقه الویخا یعنی نشمه، یعنی شخینه. میگه به اونجا رسیدی که خداوند اون نشمایی که لازم و ملزومه که به تو اون قدرت شادی رو بده، میرسی به اون نقطه، خدا میاره تو اون نقطه، نوتن لخا، به تو متنه میده. اینو این همجوری که هفته پیش صحبت کردیم، صداقای الهیته که مستلزم اون زحماتیست که ما میکشیم. نخلا و یرشتا، این میراث توست، این سهمیه توست، خداوند این سهمیه رو به تو میده. و یشفتا، و نگاه میکنیم اینی که بعد از اینی که یه واو و یه یود، لغت شبت و یشفته یعنی درش مستقر شدی، ولی حروف شبت رو توش به ما یاد میده. و یشفته با و مستقر شدی و ازش استفاده کردی، تسلط پیدا کردی. و لکختمی رشید کل پری، میگه خب کار تمام نشد، تو رسیدی به این نقطه، تو میخوای شادی تو زندگی ادامه پیدا کنه، تو میخوای محصول زندگیت خوب باشه، تو میخوای نتیجه خوب گیری کنی، تو میخوای عاقبت خوب داشته باشی، در ضمن عاقبت نوه و نوه نوهت هم را ببینی. زیبایی و شادی زندگی اینه که من عاقبت بچه ها و نوه بچه هام را ببینم. چهار نسل خود رو موقعی که آخر عاقبت خوبی اونها رو دیدم، این واقعا شادی زندگی است. اینجاست که میگوید و لکختم رشید کل پری آدمه اشر تبو می ارچخا اشر ادونای الویخا نوتن لخا و سمتا بتنه و هلخت الى مکم اشر یبخر ادونای الویخا לשכון שמו שם. לשכן שמו שם. בסיאר זיבה, לנג'ו מיגה, חודבן בתו יק מחסול לידה. יא אדמה, אדמה, ג'ויס כקשת מיקוני. תבוג'וד אתו תוך מיקרי. کشت میکنی، محصول به وجود میاد، وجود تو از وجود تو محصول به وجود میاد. میرشید کلپری یعنی از بهترین، اولین و عالیترین اون محصولی که به دست آوردی. یک سال گذشت، 12 ماه گذشت از پارسال که شروع کردم خانه جدیدی درست کنم برای خودم، تا به الان 12 ماه گذشته. پس یک محصولی تو این 12 ماه بین اون یوم کیپور تا این یوم کیپور من باید یک محصولی به دست آورده باشم. پس اینجا میگوید
מראשית כל פרי אדמה אשר תבוא מארצך. תמם אום צ'יזי כתותולית כעדי, מסו לחובי כתולית כעדי, דר ארץ אין יצר, אז אירודי ג'דידי כחודע פרסל בתודד. אז אדם ג'דידי כחודע מעט לזוות כעד, כתומי תבוני אום תקאמול רו בדסט ביארי. אשר אדוני אלוהיך נותן לך. שון, און כלי כדורס כעדי מוסבב על און תו בתעולי בלטרי ברסי. שון, אז תשרי סל רב שורו כעדי יקלי דורס כוני, מלכותי דורס כוני, כבתבוני אז חוד יק אדם ג'דידי בסוזי, כבתבוני דוברה יקלי ג'דידי רו ברר חודד בתקמול ברסוני. ושמת בתנה, הנה מזרי תהיה זרף, ולכי תורה استفاده میکنه از לוגת בתנה, תנה משה תת נון אלף. میگه چه رازیه که میگه اونایی که کردیر بزن تو مای محصولات چیه که واقعا خدا میخواد که موشه ربینو به ما میگه بذاری تو تنه بذاری توی یه ظرفی به اسم تنه و هلخت ایل مکان و میری جای مکانی که اشر خداوند انتخاب میکنه تو بری اونجا اسمش اونجاست و اونجا بری و به اسم او بری اون نقطه شم شم داره نشون میده شم کجا میگه برم کجا باید واقعا برم میگه موقعی که رفتی تو اون مکان و هلخت ایل مکان اشری خر ادونای لخالیش لشخن شما شام لشخن یعنی همون شخینه و بعد ایل کوهن میه پیش کوهن ها کوهن اشر یه به یمیم هم که در اون روز هست کدوم کوهن که در این روز روزگار ماست میگه برو پیش ها کوهن و امرت علو و بهش میگی הגדתי היום לאדוני אלוהיך כבאתי אל הארץ אשר נשבע אדוני לאבותינו לתת לנו. מגמה ומדה מג'ו ברסם באון ואורע נוכתי כחול דודי בפדרון מה אברהם איסור יעגוב און מרעשי כתחול דודי באברהם איסור יעגוב אגר אין המצין מחזולי רומן ביארם ג'הטי מזבח פיש אתו ג'הת שכינאי כדורס קדם, משכני כדורס קדם, צ'ו מזבח שכינאס. חודא ואן גול דאדי כי יג מירוסיסט כבמן מידה, ואין מירוסי צ'יה, שלווה ומנוחה, שודי, שמחה, אחר הרבת חוש, چه فایده داره که آخر عاقبت چه شادی هیچ شادی شادی نیست که آخر عاقبتش خوب نباشه اون شادی نیست اون فقط یک لذت لحظه‌ای بیش نیست لکخ کوهن کوهن میگیرین از تو و تنه میاد و یه نخه و لفنه مذبخ ادونه الویخه میذاره جلوی الویخه نشمه نشمه و کیه مشکان مشکان کیه مذبح مذبح همون مشکانی است که درست کردم جایی است که شخینا ظاهر میشه و انیتا و امرتا و انیتا یعنی گدایی کردی واقعا ما گدای چی ما گدای عشق گدای محبتی گدای عشق الهیت هستیم گدای دانایی توره هستیم گدایی صلح هستیم میگه آنیتا پس اون چیزی که کسری مثل آنی در تو هستش امرتا از آن کن ولی لغت امرتا روی همه این لغتا تاکید خواهیم کرد به عزرتش این امرتا یه دلیل داره که تورا این لغات رو استفاده میکنه
אמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי, אזעון מקוני פשע חודה, מגה חודה מדונין, ארמי, ארמי יחי לגרי בשניסט, סובד מקוני אז נפסה אמרה, ארמי עובד אבי, יהיה ארמי מדוני נפסה ארם אחד מנו נעבוד קונה, אז בד ועבל המון ארמיה בודיש כבאבאי באבאי מנו, אבות מנו, כאברהם יצחק יעקב, יעקב ובחוסוס ארמי בודיש כמחס נא בודיש קונה. יהיה ארמיה דושמן מנה. וירד מצרים, ומג'בור שוד המג'ור כסובת קרים מנו, מג'בור קר כברם מצרים. מצרים, חודה המצרים, אז משה שכינה, יעני בו שכינה, מנה מג'בור כר כברם תוי גלות. אלון תו גלותה. אלון כסר דונאייתו, כסר וג'ודתו, כסר דיווקות, כסר שודי, כסר איני כארמש תוי זנדגי חוד דשת באשם, אין כסר יאר דארה. בחותר אין כאפתם מצרים, בחותר אין כארמי, אין הילגר, این زکان و کسیل این یسر هرا مجبور کرده منو به اشتباهی اوورده که رفتم مصرایم و یگر شم و اونجا غریبه بودم به ماتی معد معد و یه شم لگوی گدول عصوم و رب و در اونجا سعی کردم کوشش کردم در این گالوت تلخ گالوتی که دورم از حقیقت، دورم از امت، دورم از تورا، دورم از عشق محبت الهی، دورم از شادی حقیقی، دورم از شالوم، ولی سعی خودم رو کردم در این 12 ماه کوشش کردم، زحمت کشیدم که اون نتیجه‌ای که میخوام بگیرم و اونجور بتوانم به خود اضافه کنم بهتر بشم از چیزی که هستم سعی خودم رو کردم تو مصرایم و یه رو اتی هم مصریم و یعننونو و یتنو علینو عبوده کشه و تمام زجرها و زحماتی که خوب بود در قربت بکشم عنوان یه غریبه کشیدم در این یک سال اخیر و نیچک ال ادونای الوهی ابوتینو تا اینکه آخر به یک نتیجه رسیدم که تنها کسی که منو میتونه نجات بده خدای پدرانم ابراهام و اسحاق و یعقوب از این موقعی که لغت تبو تت و تف بت الف یه وو بذارم یعنی اوت امت تورا بذارم توش میشه عوات پس به اون عواتی که بهشون قول دادی عهد بستی باشون که میراثی برای من جایگزین کردی و ישמע אדוני את עבודה קשה و خداوند دید از اون زحماتی که من کشیدم از اون دقتهایی که کردم از اون سعی و کوششی که کردم و نצעק אל אדוני אלוהי אבותינו و ישמע אדוני את קולנו و ירא את ענינינו و את עמלינו و את לחצינו خدا من لخت اون فشاری که روی من تو این یک ساره تقبل کردم اون زحماتی که کشیدم اون عملهایی که کردم و اون انیانه اون کسریهایی که داشتم و روش کار کردم و یوتسینو ادونای می مصرایم به ید خزکا خدا من منو آورد بیرون به ید خزکا چرا اینجا خدا من داره صحبت میکنه یاد خزکه تورا موشه ربینو می
حرف ید خزکا آوردین، ید خزکا خیلی مهمه. چرا میگه به من اینجا؟ و به زروع نتویا و بازوی بلند، دست بلند کردن. میگه زروع نتویا یعنی بازویی که بلند و بلند میکنه آدمو. و به مراد گدول، تورا گدول، اینجا بهتون میگیم، این تورا میگوید، کبله به ما یاد میدهد، مورا گدول ز تفیلین سر. بعد یاد بگیریم یاد خزک چیه و زروان تویا صحبت خواهیم کرد. و به اوتوت و مپتین، و به من نقاط معجزه نشون داد، اوتوت داد، نشانهایی به من داد تو این زندگی، تو این 12 ماه، که با استفاده از نشانهایی که به من داد راه خودم رو پیدا کردم. و یوین و خداوند اوورد الهم مکم هزه، و من اوورد تو این مکانه، تو این موقعیته. و ایتن لانو ات ارتس هزود، و اینجاست که این ارتسی که به من ارسیه میرسه، میراث منه، قول داده، عهد بسته با ابراهیم و اسحاق و یعقوب، ارث زبد خلب و دبش، ارادهی که تولید میکنه زبد، طلا، خلب، شیر و عسل، یعنی هم ثروت این دنیا، هم عشر این دنیا، عشر با عین، هم اوشر با الف، هم ثروت این دنیا، هم ثروت اون دنیا. یعنی چی؟ یعنی دنیای آینده و دنیای حال رو با هم یکی میکنه. یعنی موقعی که من برسم به ارض زبد خلب به دبش، طبق عهدی که خداوند با قوم اسرائیل بسته، با بنی اسرائیل بسته، که ما بتوانیم برسیم، دسترسی پیدا کنیم به این دنیایی که بهش میگیم ارز زبد خلب و دوش، هیچ کسری توش نیست، دنیای شیر و عسل. دنیای شیر و عسل یعنی دنیای منوخا، یعنی دنیای شادی، همه چی توش هست، هم ثروت هست، هم غذا هست، هم لذت هست، همه چیز هست، شیرین، زندگی شیرین. و اتا هینه هویتی ات رشید پری آدمه اشل نتنا لی ادونای و هینختو لفنه ادونای الویخا و اشتخویتا لفنه ادونای الویخا. میگه برای همین منظور، چون میخوام بیشتر از این اراده صاحب اختیار بشن، بیشتر از این ارث زبد خلب به دبش، الان میگیم بهش ارتس، نه آرتس، ارتس زبد خلب به دبش، یعنی متعلق الان به این دنیا داره. اول آرتس بالاست، ارتس دنیای مال پایینه. پس تو این دنیای پایینی که من میتوانم مستحق ثروت، قدرت به آدم میده که اون چیزی که لازم و ملزوم تو دنیای ماندین خودش به دست بیاره، و شیر و عسل. اینها رو، زحماتی که کشیدم آوردم، محصول زندگیم آوردم برات خداوند، ولی در ذهن ناگفته نماند، این محصولی هم که الان آوردم تو مسبب شدی ای خداوند که من مستحق این شدم که دارایی و محصول رو به وجود بیارم. بدون کمک تو ای خداوند برام امکان پذیر نیست. این کمک تو بود که من توانستم از آن این منظور، اینه که بدون کمک الهیت امکان نداره آدم حریف نفس امارش بشه. امکان پذیر نیست بدون کمک خداوند که بتوانم این نفس اماره رو، این خویی که بهش میگیم یتر،
یצר را رو تسلط کنم، کنترل کنم که بتوانم از مس بیام بیرون و بعد بتوانم محصولی درست کنم از وجود که مستحق این باشه که آگاهی و اراده‌ای در وجود من مستقر بشه که برسم به زبد خلب و دوش. آگفته نماند. اگر نگاه کنیم زبد آخرین حرفش تفه، خلب آخرین حرفش بته، دوش آخرین حرفش شینه. نگاه کنیم میشه شبت، میگه شبت، خداوند شبات داده و تمام دنیا همه میدونن شبات شبات، روز شنبه شبات، همه. ولی چرا هیچ کس از این شبات بهره ای که باید و شاید نمیشه گفت هیچ کس، ولی اکثر اون بهره و محصولی که لازم و ملزوم از شبات من بگیرم نمیگیرم. اون منوخا و شادی که لازم و ملزومه، اون شلوایی که لازمه، علم هبعه کجاست؟ شبات، موقعی که شبات و طبق هلخه طبق دستورات تورا ششت یمین تعود شیوی ای هفتم مستحق این میشه که خداوند به ما این روز هفتم رو تبدیل کنه به شبات. ولی هر روز هفتمی تبدیل به شبات نمیشه، بستگی داره که خداوند یک هفتی رو هفتمی رو شبات کنه اگر مستحق باشه. اون شباتی که خداوند مورد قبول گرفته که میراثی که زبد خلب و دوش در این شبات آخر شبات به من بده مستلزم اینی که 6 روز قبلش اون زحمات لازم و ملزوم برای شبات کشیده باشم. و اتا ولی الان در این لحظه هینه هبتی ات ראשית פרי האדמה אשר נתת לי אדוני והנחתי אותו לפני אדוני אלוהיך והשתחווית לפני אדוני אלוהיך. ומיהי בחודבנד ואזעון מכוני וסר מיהורי בפיים ותעזים כחודבנד. אין זהמותיס, אין מחזול למנה. واقعا ראש השנה ما میایم پیش خداوند میگیم 12 ماه قبل محصول زندگی من چی بوده و کسری این محصول چیه؟ چگونه میشه این محصول خوب زندگیم رو فراوان کنم، محصولی که کم خورده و بد و خراب شده و از بین رفته رو دیگه به وجود نیارم؟ چون موقعی که آدم تخم میکاره چرا مشت تخم باید بریزه؟ چرا دونه دونه کافی نیست بعد مشت تخم بریزه؟ برای اینه که هر تخمی تبدیل به یک محصول نمیشه. بعضی از تخما میشن، بعضی ها نمیشن. همینجور هم زندگی آدم ممکنه یک زحماتی را آدم رنجی رو بکشه ولی از توش چینو محصولی در نیاد. یک روز آدم ممکنه بره سخت زحمت بکشه ولی آخر شب دخلش خالیه. به سمخته یه موقعی که میرسی به اینجا، اینجا سمخست به سمخته به خول حتی و شر ادونای نوتن لخه. یه موقعی که شادی میکنی میبینی که چقدر خوبی خدا توی زندگی تو گذاشته، موقعی نگاه کردی تعمق کردی این از روزه واسه این 10 روز تشوه داریم. 10 روز تو حساب سال نیست، جزء زمان زندگی ما نیست. تو این 10 روز متوجه میشی که چقدر خداوند به تو محبت و عشق نشون داده در عرض 12 ماه اخیر که محصول زندگی تو واقفی از محصولی که الان به دست آوردی. אשר נותן לך אדוני אלוהיך ולביתך, כי בחונת דודת לביתך, ביתך,
אתה ותו והלוי ובלוי והגר ומגריבי כפישטוס אשר בקיר בך כדר וג'וד דרונטוס. ببینید تمام 11 پسوک که در این پارشه هست که 11 ایروریم نفرین ها و کلالوت هستش که اسرائیل به هر 11 تاش میگه آمین، قبول میکنه که این ایرورها هستن، این کلکولا هستن، خرابی ها هستن. 11 تا نفرین چون هر جا بدونین که چون خداوند دنیایی درست کرده زل اومد، زه یعنی هم نور گذاشته هم تاریکی، پس اگر 11 تا نفرین هست 11 تا هم برخواست و میبینیم تو همین پراشا 11 برخا به ما میده که چنانچه بتوانی این به این نتیجه برستی، این 11 برها تمام اون چیزهایی که کللا و نفرین بوده تبدیل میشه به برها. واقعا این یک معجزه است اگر بتوانیم اینجوری که مشه ربین به عنوان یک استاد این درس رو به ما داده. משה רבנו עליו השלום, הרב אבו חצירה, תופתחי חותם, ספיה דוויסטו השתות דונו, מגויד לעורר לכל אחד ואחד מישראל. עד בידור קונה. מה נמיתוונם מותאספון לדעת, זה יקס ועת אינדרס רו קומל קונה. עושה הנה קסמת הבעדי, قسمت دوم که ما رو میرسونه به آخر رو به عزت هشم در امشب خواهیم گفت، ساعت 8 شب از زوم. موشه ربینو میخواد ما رو بیدار کنه، کل خد می اسرائیل، تمام اسرائیل رو آماده کنه. تمام این سلیخوت رو گفتیم میخونیم برای اینکه آماده بشیم برای اون 10 روز، برای اون 21 روز. اینجاست که میگوید کل خدم اسرائیل لیت کبن و لحخین لو سیده، سهمیه ای میخواد درست کنه براش، سهمیه جدید بگیره لعطو اولم، برای اینکه سهمیه جدید بگیرم از علمی که بهش میگیم علم زبط خلب بده باش، میخوام سهمیه کلیتش رو از الان تضمین کنم که این سهمیه مستقر بشه، مقرر بشه برای من. شهو علم همنوخه و هشلبه، فقط تو اون دنیاست که من میتونم منوخه و شلبه بگیرم. و کمو شامر هتنه عوض یفه شعته اخد شل کورت روح. کورت روح موقعی است که من قانعم، قانع میشم. یکی از بزرگترین نعمت ها و لذت ها اینی که آدم قانع بشه، اش میگیم کورت روح. به عالم هبا میکل خیه عالم از ده، میگه اون آرامش خاطری، اون اقناع، حس قانع شدن و اقناع شدن فقط در یک دنیا در وجود آدم آشکار میشه، دنیای آینده، عالم هبعه، عالم هبعه. میشوم دلو شیخ کرت روح و هنخه و شلوه که این به عالم هبعه، فقط در دنیای آینده، اول به عالم هزه، ولی تا مادامی که من وابستم به دنیای مانده این دنیا، دنیای مادیات، موقعی که فقط وصلم به دنیای مادیات
قدرت رو در دنیای مادیات میبینم، الا مادیات رو یک عامل نمیدونم که برسم به یه حقیقتی. اینجا واسینی میگوید اول به عالم هزه لا شیخ، تو این دنیای تا مادامی که تو آدمی هستی که فقط وابسته هستی به مادیات، شوم منوخا غیر ممکنه، نه منوخا و نه کرت روح، یعنی اقنا شدن. هیچ وقت اقنا نخواهی شد، هر چقدر پول داشته باشی بازم پول میخواد، هر چقدر قدرت داشته باشی بازم قدرت میخواد، هر چند تا خونه داشته باشی بازم یه خونه دیگه میخواد، هرچی بامت بیشتر برفت بیشتر، هرچی بیشتر به مادیات فکر کنی و وابسته بشی بیشتر تو غرق میشی تو این دنیای ماندین. و در دنیای ماندین، در دنیای مادیات امکان پذیر نیست آدم آرامش بگیره، امکان پذیر نیست شادی ببینه. شادیش خوشحالیه، یعنی فقط در یک حاله، یعنی در یک لحظه است. کیف میکنه، لذت میبره برای یک لحظه، دو ساعت دیگه اصلا اون لذت اونجا وجود نداره، تموم شده دیگه، هیچ تأثیری نداره بودنش یا نبودنش. و به خاطر همین دلیله که میگوید هرخک از میخواه، خودتو دور کن، می هبله یا اولم، اون چیزی که هبله، اون چیزی که ارزش واقعا نداره. آدم همیشه اینو باید بدونه که یه پاش تو گوره، پس بی خودی عصبانی شدن واسه هیچی، واسه چیزی که واقعا هیچ تأثیری نداره، فرقی نمیکنه. بهش میگیم هبله یا اولم، می هبله اولام از زه کی لریک اتا یگا، برای اینکه هبله اولام هیچ نوع میوه و محصولی رو به تو نمیدن. کی یترخ مشیخا و متدریدیخا به هبله اولام به تعنعت شتینسا منوخا و تیه מנכבדי הארץ. כשתתבונן בדבר יהיה בדון חילי מבויק מסל, הרצי בומד בשטר ברפת בשטר זחמד בעד בשטר בקשי, בויד ברירוי פושטבום, בויד ברף ופורו קוני, אגר פורו נקוני, המום סך וחונת מריזה רושט. פס, בהתארי כאין זחמד ובקשי. تو موقعی که این زحمت رو میکشی، هرچی بیشتر وقت میذاری دیگه وقت برای کار دیگه ای نداری. کشتی بونن به دبر، موقعی که آمدی و نشستی راجبش تعمق کردی، تبین و تسکیل، و اونجا هستش که به اون تجربه و به اون شعور میرسی که این شوم منوخه به علم هزه. آن اگر بشینی فکر کنی میبینی منوخا تعلق به این دنیایی که فکر میکنی دنیای ماندین، دنیای مادیات تعلق نداره. و زو شهیه کی تبای لعرض و هیه لشون سمخا، همینجوری که گفتی، و هی عرض خیم شل علم ابا، یه تنها یک جوره تو عالم هبا وارد بشی، عالم هبا شبات، عالم هبا موقعی که یک چیزی رو میفهمی، خوب میفهمی، تشوبه میکنی. تشوبه یعنی چی؟ یعنی فهمیدی که کجا خطا کردی، کجا اشتباه کردی، کجا غلط رفتی، کجا کج رفتی، کجا اخلاقت خوب نیست، کجا صفت بد در تو مستقر شده، کجا دور شدی از خدای خود. موقعی که خوب متوجه شدی، خوب تعمق کردی و خوب شناسایی کردی در وجود خودت و ترمیم کردی و زحمت کشیدی، این تشوعات فقط 10 روز نبود،
تمام اون تشوها رو کردم تو 10 روز که خداوند به من اون محبت و وقت و زمانی رو بده در از 12 ماه من بتوانم اون تغییراتی که لازم و ملزوم پارسال قول دادم اجرا بکنم که امروز میوش رو بیارم پیش خدا بگم خدا من تو 12 ماه به من فرصت دادی، این 12 ماه این محصول زندگی من 12 ماه اخیره. و زهو از سیمخا و شلم دقیقه که رسیدم به این نقطه تشوبه، موقعی که فهمیدم این تشوبه چیه و تشوبه رو به تکامل رسیدم، اون موقع میرسم به دنیای سیمخا. برای همین خاخامی میگویند سیمخا یعنی تشوبه. به این سیمخا بلی شوم دعگا، این شادی است که توش هیچ نوع رنج و گرفتاری نیستش، دلهوری توش نیست، نه آرامشی نیست. این سیمخایی است که توش آرامشه. توجه کنید، هر جای دنیا که آدم داره یه عروسی و جشنی میگیره ولی باید پلیس بذاره، سیکیوریتی بذاره روی تاق و روی پشتبان و روی این ور خیابون و اون ور خیابون که مواظب باشه که من موقعی که دارم میرم شادی بکنم یا میرم تفیلا میخونم باید یک پلیسی باشه که خدای نکرده نیان دنبال من یا من رو بکشن یا از من دزدی کنن. این دنیایی نیست که ما میخوایم توی زندگی کنیم. این دنیای ترس، حتی شادی با ترس ارزشش رو نداره. پس این میگوید عرس زود چیه؟ عرس بلی داگا، شادی است که توش نباید فکر این کنم که خدای نکرده ممکنه یکی از یه جای بلند شه یه کار خطرناکی بکنه. اشر ادونای لویخ نوتن لخ نخلا و زهو نخلا شئن لا هفسک. تو این سهمیه که خداوند به ما میده کوچکترین کسری نداره، هیچ شک و تردیدی هم توش نیست. لخن و ضرر توش نیست. یه لذتایست که آدم میبره که ضرر داره برای آدم، ولی یه لذتایست که آدم میبره نه تنها ضرر نداره، استفاده داره. من نمیخوام لذتهایی تو زندگی ببرم که مضرره. به زهو از سیمخش لما و ایم زخیتا و یرشتا و یشفتا با. اگر موفق شدی و تونستی در این کمچین شباتی زندگی خود رو مستقر کنی و استقرار پیدا کنی در این شبات، در این مکان و یشفت با دزهو هی یریشه و یشیوه ای کرید. این نقطه و منظوری است که ما میخوایم با این نقطه برسیم و به در این نقطه مستقر بشیم. لیشتدل لسگل تورا و معصیم تووین، برای اینکه این کار کردیم زحمت کشیدم که کار نیک انجام بدم. شهم هپرو تیوتسیم به اوتا اولم، تمام زحماتی که کشیدیم برای یاد گرفتن تورا در یک سال اخیر، تمام زحماتی که کشیدیم برای انجام دادن میتسوود درخ تیفرتا که به زیبایی انجام دادیم. توجه کنید خواهم، مذارت میخوام، من از یک کووید سنگینی بیرون آمدم باروخشم، پس با من رو ببخشید. در هر صورت پروت میوه محصول زندگی که به وجود آوردم چیه؟ این پروتا تمام معصیم، کارهای نیکی که انجام دادم، توراهایی که یاد گرفتم، میتسووتی که انجام دادم به تیفارتا. میگه انجام دادن میتسوا به تیفارتا رمخال سیخونو رو بخانه به ما یاد میده چیه؟ یعنی چی تیفارتا؟ خوب این رو توجه کنید. اگر یک میسوای رو خداوند به من گفت مثلا تفیلین بذار، من تفیلین میذارم، میسوا رو انجام دادم، نفس من بهره برداری میکنه از این میسوا، نفش من
نفس من، جون من بهره میگیره از این میسوا. این میسوا بهرش محصول این میسوا است برای جون من. ولی موقعی که رفتم یاد گرفتم که این میسوا رو کجا خدا تو تورات داده و برای چی داده، درخ پردس یاد گرفتم، روح من بهره میبره و قدرت پیدا میکنه پرواز کنه مثل عقاب، پرواز کنه مثل عقاب. نفسم قدرت پیدا میکنه مثل شیر، روحم قدرت پیدا میکنه مثل عقاب پرواز کنه به بالاترین کوه. پس بهره نفس انجام دادن میتواست، دانستن این میتوا از کجای تورا آمده و درخ پردس بفهمم چرا این میتوا رو داده، روح من قدرت میگیره بهره میبره و چنانچه این میتوا رو یاد بگیرم از کجای تورا و با سیمخا انجام بدم. الان فهمیدیم لغت سیمخا رو، با سیمخا انجام بدم، نشامای من ازش بهره میبره. الان راز تنا رو فهمیدیم. تنا صحبت میکنه اون ظرفی که باید بذارم توش بیارم پیش خدا. ظرفی که میذارم توش چیه؟ نفش و روح و نشامای منه. تنا که می نویسیم تت نون و الف، تنا صحبت میکنه از تعمیم، نکودوت، اوتیوت. تعمیم نشامه منه، نکودوت روح منه، اوتیوت نفس منه. پس نفس و روح و نشامه من اون ظرفی هستن که محصولاتی که یک سال زحمت کشیدم رو میذارم درونش، میارم پیش خداوند، میگویم این زحمتی است که من کشیدم در 12 ماه اخیر. شهم هپروت هیوتسوت به اتو اولم، تو همین دنیا است که من توانستم بریا یتیر آسیا که بتوانم این نشما، نفش، روح و نشما رو بهرمند کنم، بهرمند کنم. این بهرمندی مسبب این میشه خداوند الهیت رو تشویق میکنه که به من بیشتر و بیشتر موقعیت بده. موقعی که میبینه یک نفر داره کار درست میکنه، راه صحیح تو زندگیش میره، خداوند چوب لا چرخش نمیذاره، برعکس چرخش رو روغن میزنه، لاستیکاش رو نو میکنه، تمام و رنگ میکنه و تمیز بیت خدش بش میده. و زو لکخت میرشید کل پری آدم و هم هپروت هیوتسود می اوتو ها آدم آدمت خاییم شهم علم هبعه. میگه این پرو، اینهایی که برای تو سیمخا میارن بدون دعاگه، اونها بهرمندی است که خداوند از تو میخواد. اینها هستن که محصول دنیای آینده. هبعه، هبعه می نویسیم هی بت الف، هی میشه 5 تا، بت میشه 2 تا، الف میشه 1، جمعش 8 تا. از پایین بشمریم میشه سفیروت، انرژی ها، ملخوت، یسود، هود، نتسخ، تیفر، گبورا، خسد و بینا. پس بینایی، آگاهی. حسینی میگه تعمق میکنی، میتبونن، میشینی مدیتیت میکنی. هفته پیش چی یاد گرفتی؟ مدیتیشن. مدیتیشن برای اسرائیل چیه؟ تعمق کردن، رفتن درون، نگاه کردن که چگونه به آب زلال رسیدن مجبورم که برم چاه عمیق‌تری بزنم. به مش نمر میرشید کل پلی آدمه دهینو مین هم میفخر شو رشید کل. میگه خداوند نگاه میکنه اون چیزی که رشید کل،
اون چیزی که عالی تر از همه است، منتخب تر از همه چیه، اون چیه؟ اون موقع من توانستم نشانه خودم رو عالی تر کنم، پاکتر کنم، روح خودم رو قدرت بدم که پرواز بکنه مثل عقاب، و همینجور نفس خودم که بتونه مثل شیر عمل کنه. رب می نویسن کش تاسه همیتوه اوسه اوتا بشلیموت. اگر میتوهی رو شروع کردی، میتوهی کسی کرد که تمام کرد، میتوهی رو شروع کردی، مسئولیتی رو قبول کردی، مسئول شدی که پدر بشی، پدر بزرگ بشی، عمو بشی، برادر بشی، کارگر بشی، دکتر بشی، مهندس، هر چی که مسئولیت قبول کردی، یک میتواف. میتواف رو به حد قشنگ، به تیفارتا، به زیبایی انجام بده. ما گفتیم هر کاری که آدم میکنه واقعا وصله به یه میتواف نیست. هیچ کاری که آدم به میتواف، مگر اینکه کار زشت و غلط و نامربوط باشه، ولی کاری که آدم مسئولیت درست و خوبی رو که نگاه میکنه و انجام دادن موقعی که پدر خوبه، فرزند خوبه، میفهمه احترام پدر و مادر چیه، میفهمه شبات نگه داشتن الهی، احترام پدر رو نگه داشتن، احترام اسم او رو نگه داشتن چیه. حالا ما کاری نداریم که لو لوتیک سخ لوتین او لوتیک نو لوتانه و لوتیک موت، ما کاری به اون پنجتا که خست بشه. حالا دفی که خمه می رشید، لغت رشید رو استفاده کرد. رشید، رشید هر کاری. خخمر میگه رشید چیه؟ رشید یرع، رشید خخمه یرعت هشم. میگه تو همه این کار رو کردی، واقعا یرعت هشم پیدا کردی. هفته پیش صحبت کردیم راجع به این یرعت. هینو من هم مفخر تاسه هم میتوات. میگه موقعی که میتوایی رو انجام دادید، انجام دادی با یرعت هشم، لشم شماین. اون میتواتی تو به محصول خوب میرسه، میتواییست که به تکامل میرسه که توش یرعت شماین باشه. اگر توش یرعت شماین نباشه، اون میتوایه نتیجه خوب نداره، محصول خوب نداره. و دیگده کمر و گفت تعمق کن، بیشتر نگاه کن، دقیق بشو کل پری آدمه، تمام اون چیزی که تو این دنیای خاکی به وجود آوردی، پری آدمه همه میتوات. محصول تو محصولی جز میتوات الهی نیست. اون میتوات الهی هستند که تو مسبب میشی که تو دارای محصول باشی، محصول خوب، بهرمند بشی. و که ماشه کتبنو، آدم میتونه یک سال تموم، یک عمر تموم کار کنه و هیچ بی محصول از این دنیا بره، کاملا بی محصول از این دنیا بره، به گپای و به گپاییسه و شهم پروت آدمه شهی علم با. یعنی این پروته هستن که جای تو را تو علم با هم درست میکنن. این میتوات تو هستش که ششت یامیم تعبود، که موقعی که میرسی به شبات محصولت رو به دست میاری به طریق میتوات هم. اینا 613 میتواتیست که خداوند به ما ارضا کرده. اجازه بدین قسمت رو تموم بکنیم که بعد ما بقی رو به عزرتش هم در ساعت آینده ادامه خواهیم داد. به بال از هیر و میاد خداوند موشه ربینو به ما یه اختاریه میده شکل همیتوات شتسه یومینم افخار. میگه نگاه کن هر میتوایی رو که میخوای انجام کنیم انتخاب کن که چگونه انجامش بدی، نه فقط اینی که به خاطر اینکه انجامش دادی. صبح بلند نشو فقط تفیلین بذار، نه، پراشای راجع به تفیلین رو بخون، بخون که چرا تفیلین داری میذاری،
کجاست که تو را به تو گفته تفیلین میذاری؟ مگر این نیستش که ما میگیم لشم خود که دیشا بری خود شخینته به دخلی و رخمی و رخمی و دخلی و لیخلا شیود هی با پی که چکار کنم که تمام این یه خود رو به کجا بیاورم؟ میگه من میخوام برای این که این میسوا را انجام بدم که کتبتا به تو را تیخا و این نختا و گذاشتی تفیلین روش، تفیلین یاد، اینجاست که تو تورا به من گفتی که تفیلین روش بذارم، تفیلین یاد بذارم، یتیاد مصرعیم رو به فراموش نکنم، به یاد بیارم که لحسود نخد روح لیسری و رتون بری. اگه نمیگم این حرف رو قبل از هر میسوایی که میخوام انجام بدم، پس باید عملا راجبش فکر کنم که بتونه میتسوای من مفخر بشه، یعنی افتخار کنم، عالی بشه که توش هم نفس من بهره بگیره، هم روح من بهره بگیره و هم نشمای من بهره بگیره. هر روز بلند بشم، عادت کردم، آیا هر روز شادی میکنم که من قدرت اینو دارم که تفیلین بذارم؟ اگر نکنم نشمام بهره ای نمیگیره ازش. افیلو یه بهم خیسران کی سر به؟ نیت کسری مالی داری فرق نمیکنه. نگاه نکن به کسری مالی، نگاه نکن که کسر مالی داری. میسوایی که باید انجام بدی به حد اعلایی که اونجور لازم و ملزوم انجام بده، موقعی که باید اتروک بخری اتروک دلیجی یک بخر، کسری نذار در انجام دادن میسوات. نترس، نه ترس از صداقت دادن، نه ترس از کمک کردن. هرچی بیشتر، هرچی دست دلبازتر باشی در انجام دادن میتسوت، خداوند دست دلبازتر با تو. هکل تسه مین هموفخر به احوه سیمخه ربه. هر کاری که میکنی انجام بده با عشق، اگر نه نده، ولی اگر میدی با عشق، با سیمخا، با شادی انجام بده. به زو میرشید کل پری آدم. این اون محصولی است که بهرمندی برای تو آورده و تو انتخاب کردی که بیای پیش خداوند بگی این محصول منه، بهش افتخار کنی، این محصول زندگی منه، من به این نتیجه و ساختمان و خانه‌ای که گفتم میخوام بسازم ساختم، الان میخوام وسعت بدم این خونه رو. هینو کل طریق میتسوه، چون هرچی کار تو زندگی میکنم و زحمت میکشم میتسوه خداست. و هم میتسوه ایل اشه تیکخ و تولیخ لعدمت خاییم هم اشه تبی میارچخه هی اولام هزه. میام تو این دنیای که دنیا آینده رو درست کنم. هر شباتم خداوند به من اجازه میده که با رفتن اون دنیا اون قسمت ساختمان لازم و ملزوم رو در شبات بسازم. این حقیقت امره. شهیتا ارتخا به عده خخایی، میگه این سهمیه ای توست موقعی است که تو این دنیای زندگی میکنی، یعنی میتونی تو این دنیای، هم تو این دنیا بهره ببری، هم تو اون دنیای آینده که عمله اسحاق ربینو، اسحاق ابوتینو که مستحق این شد که هم عالم حزه هم عالم یبا رو در آن واحد دریافت کرد. و گم هم میسوت ایله سسگولت دلخه شهکل هیا به ازروید برخ. ولی یه چیزی رو فراموش نکن، فکر نکن اون قدرت و عقل تو بوده که به جای رسیدی. نه، وقتی که میای پیش خدا با این افکار نیا که زحماتی که کشیدی، رنجایی که بردی، نه، اگر کمک خداوند نبوده تو هیچ وقت نمیتونستی به این محصول به بهرمندی برسی. و زو اشر ادونای نوتن لخا، واسه اینه میگه این هست چیزی که خداوند به تو میده.
דהיינו שהיא אזרחה עד סגילת הפירות. טוען כ, מיבי זה נגיטו בדסטו וולדי. שון מורה כי דרכת האדם מומכן עם מיבי בדה, אבל אם מיבי שתושכן בשתו ראש, שמיבי יהיה. ואלה שהן המצוות. דוסטון עזיזה. יקי. מה זה רד מחומגר יגדרי סדום ושר הסדו, הזמן זיות דודים לפה, צ'ון לכדובן מוג'זי נשונדות כחתו דר בטרין מרז, אין רואה הזמן גוש קונים קובית רואה אדם חתו ברוי דושמן חודשם נמיכות ג'הנמה בתמום אמנו این مرضی که به وسیله آدم ساخته شده ویروسی است که آدم ساخته شده همش بده ولی به خاطر عشق الهیت به خاطر موقعیتی که هستی خداوند اجازه داد که من اون دیدی که لازم و ملزوم بود که بتوانم خود را آماده کنم برای یک سال دیگه زندگی که بتوانم سربلند پیش خدای خود برم به عزرتش را در این زمانه مریضی برای من آشکار کرد. یک معجزه است که آدم بتوانه در یک همچین سختی نه عقل کار میکنه، نه مخ کار میکنه، نه احساسات کار میکنه. خداوند دریچه دید آدم رو باز کنه و حقیقت زندگی رو بهش نشون بده. آرزو دارم که یک یک ما موفق بشیم و اون نقطه‌ای برسیم که حقیقت زندگی خود رو واقعا ببینیم و بتوانیم اون تصیحاتی که لازم و ملزوم به نحو احسن انجام بدیم. آرزوی موفقیت یک یک شما را خواست دارم. شالوم بر شما.